همزمان با سالروز میلاد منجی عالم بشریت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف، شبکه تخصصی ماهواره‌ای مهدویون راه اندازی شد. شیخ عبدالرضا معاش مدیر مسئول این شبکه ماهواره‌ای از راه اندازی این شبکه ماهواره‌ای با محوریت نشر فرهنگ مهدویت خبر داد. وی اذعان داشت: با توجه به اهمیت موضوع معرفی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف و هر آنچه که مربوط به گسترش فرهنگ انتظار است، شبکه ماهواره مهدویون راه اندازی شده است. شایان ذکر است پخش زندگی این شبکه از ماهواره نیلسات فرکانس 11555 آغاز شده است. دادگاه عالی افغانستان روز دوشنبه از اجرای حکم اعدام در ملأ عام برای یک مرد مجرم در ولایت جوزجان در شمال افغانستان خبر داد. گفتنیست مقامات طالبان و ساکنان محلی این اعدام را در ورزشگاهی در این شهر تماشا کردند. شایان ذکر است این حکم بر اساس اصل قصاص جاری در افغانستان صادر شده است و طالبان روز پنج شنبه یک اعدام دیگر را علیه دیگر محکومان در ولایت غزنی در مرکز این کشور اجرا کردند. این در حالی است که سازمان ملل اعتراض خود را نسبت به حکم اعدام بارها اعلام نموده است. اما سخنگوی حکومت طالبان در مورد مجازات اعدام گفت: مجازات اعدام یکی از احکام شرعی است که میزان جرم و جنایت را کاهش می‌دهد. خبر از کشور یمن. یونیسف و سازمان بهداشت جهانی کمپینی را برای واکسینه کردن 1.3 میلیون کودک که در برابر فلج اطفال در یمن راه اندازی کردند. صندوق کودکان سازمان ملل یونیسف با کمک سازمان بهداشت جهانی کمپینی را برای واکسینه کردن حدود 1.3 میلیون کودک یمنی زیر 5 سال در برابر فلج اطفال در 12 استان یمن راه اندازی کردند. شایان ذکر است در نتیجه جنگی که بیش از 9 سال است در این کشور جریان دارد، سلامت عمومی کشور به پایین ترین سطح خود رسیده است. گفتنی است این کمپین در واکنش به شیوع ویروس فلج اطفال نوع 2 می باشد که تا کنون منجر به فلج شدن 237 کودک در سراسر یمن شده است. در پایان گفتنی است کمپین واکسیناسیون در یمن بخشی از تلاش‌های جهانی برای ریشه‌کنی ویروس فلج اطفال است که توسط کمپین جهانی ریشه‌کنی فلج اطفال هدایت می‌شود. سودان جنوبی یک کمپین سراسری فلج اطفال را با هدف واکسینه کردن 3.100.000 کودک با استفاده از واکسن خوراکی فلج اطفال نوع دوم راه اندازی کرده است. گفتنی است واکسن خوراکی فلج اطفال نوع دوم برای ایمنسازی در برابر ویروس فلج اطفال طراحی شده است و از نظر ژنتیکی پایدارتر از انواع قبلی واکسن فلج اطفال خوراکی است. در حال حاضر 3 مورد از انواع ویروس فلج اطفال در 3 ایالت از 10 ایالت سودان جنوبی تایید شده است. شایان ذکر است برای متوقف کردن شیوع و جلوگیری از گسترش بیشتر آن، وزارت بهداشت سودان جنوبی با حمایت سازمان جهانی بهداشت یونیسف یک کمپین اضطراری برای واکسیناسیون کودکان زیر 5 سال در ایالات درگیر در سودان جنوبی تشکیل داده است. گزارش تازه آژانس پناهندگی اتحادیه اروپا که روز چهارشنبه منتشر شد نشان داد که درخواست‌های پناهندگی به کشورهای عضو اتحادیه اروپا در سال 2023 با 18% افزایش به 1.4 میلیون نفر رسید که بالاترین سطح از زمان بحران مهاجران در سال‌های 2015 و 2016 است. بر پایه این گزارش، سوری‌ها و افغانی‌ها همچنان بزرگترین گروه‌های متقاضی هستند. شمار درخواست‌های پناهندگی اتباع ترکیه نسبت به سال 2022
ببخشید نسبت به سال 2022 میلادی حدود 82% افزایش یافته و به همین دلیل آنها در این رده‌بندی سوم شدند. این سازمان اعلام کرد تعداد فلسطینی هایی که به کشورهای عضو اتحادیه اروپا درخواست پناهندگی دادند در پی وقوع جنگ اسرائیل و حماس به رکورد 11600 نفر رسیده است. وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت انتظار دارد قیمت‌ها در 80% از کشورهای جهان در سال 2024 کاهش یابد. جانت یلین در آستانه نشست وزرای دارایی و رؤسای بانک مرکزی کشورهای گروه 20 اظهار کرد پیش‌بینی‌های صندوق جهانی پول و دیگر نهادهای مربوطه در مورد کندی گسترده در اقتصاد جهانی در سال 2023 محقق نشده است. وی افزود به جای آن رشد اقتصادی به 3.1% رسیده که از پیش‌بینی‌ها فراتر رفته و تورم کاهش یافته است. انتظار می‌رود قیمت‌ها در حدود 80% از کشورهای جهان در سال جاری کاهش یابد. و اما خبر آخر، دانشمندان میگویند یکی از کوچکترین ماهی‌های جهان که به اندازه عرض ناخن یک انسان بالغ است میتواند صدایی به بلندی شلیک گلوله تولید کند. بر اساس مطالعه منتشر شده در مجله آکادمی ملی علوم ایالات متحده آمریکا، ماهی دانیونلای 12 میلیمتری که در نهرهای میانمار یافت می شود صداهایی بیش از 140 دیسیبل تولید می کند. این مقاله می گوید رایج‌ترین مکانیزم در ماهی ها برای تولید صدا شامل ارتعاشات بادکنک شناوری آنها و انقباضات ماهیچه های خاص است. با این حال مکانیزم تولید صدای این ماهی که دارای کوچکترین مغز شناخته شده در بین مهرهداران است ناشناخته می باشد، زیرا مکانیزم های ماهیچه‌ای مرتبط با بادکنک شناوری توضیح قابل قبولی برای منشأ صدا ارائه نمی کردند. دانشمندان در برلین دریافتند که این ماهی دارای سیستم تولید صدای منحصر به فردی است که شامل غضروف، دنده خاست و عضله مقاوم در برابر خستگی است که این ویژگی به ماهی اجازه می دهد تا پالس های سریع و بلند تولید کند. دانشمندان مشخص نکردند که چرا ماهی چنین صداهای بلندی تولید می کند، اما پیشنهاد کردند که این صداها می تواند به حرکت ماهی در آبهای تیره کمک کند و یا یک تاکتیک تهاجمی است که توسط ماهی های نر برای هشدار دادن به رقابت استفاده می شود.